روزی که دروازه های شهر تسخیر ناپذیر غزه به روی هرمهب گشوده شد و وی وارد شهر مزبور گردید، بسیار با شکوه بود. در مصر هنوز یک روز عید است و اختصاص به سخمت الهه جنگ دارد و در این روز اطفال مصر با گرزهای چوبی و نیزه های نئین با یکدیگر پیکار می کنند و خود را به بازی جنگ غزه مشغول می نمایند. بیشک هرگز شهری مانند شهر غزه در قبال خصم ایستادگی نکرده و هیچ سردار جنگی که در شهری محصور می باشد مانند فرمانده نظامی غزه مقابل دشمن ایستادگی ننمود. لذا لازم است که به من اسم این فرمانده را در این سرگذشت بنویسم. گویین که وقتی من سفیر مصر بودم و با آزیرا پیمان صلح بستم، او به من اجازه ورود به شهر از راه دروازه را نداد و مرا در زنبیلی که بسته به تناب بود به بالای حصار بردند و وارد شهر کردند. این مرد موسوم به روژو بود و سربازانش وی را گاو سر می خواندند، چون هم از حیث جسم شبیه به یک گاو نر بود و هم از حیث روحیه و اخلاق، و من هیچ مردی را ندیدم که مثل روژو بدگمان و یک دنده باشد. در آن روز که موافقت کرد هرمهب وارد شهر شود، با اینکه محقق شد که هرمهب فرمانده ارتش مصر می باشد و قشون هاتی را در صحرای سینا و قشون سوریه و هاتی را مقابل غزه شکست داده، باز نمی خواست که اجازه ورود سربازان او را صادر نماید و می گفت که شاید اینها سربازان سوریه و هاتی باشند که لباس سربازان مصر را دربر کردند. بعد از اینکه قشون مصر وارد شهر غزه گردید، همه خوشبخت بودند غیر از روزو، زیرا آن مرد که مدت چند سال در آن شهر محصور بود، گرچه از هرمهب کسب دستور می کرد ولی عادت داشت که در مقر فرماندهی خود رئیس مطلق باشد و کسی برایش دستور صادر نکند. ولی آمدن هرمهب مانع از این می گردید که وی بتواند در آینده بدون داشتن مافوق در شهر غزه فرمان روایی نماید. من تصور می کنم که روژو ملقب به گاوسر قدری دیوانه بود و خیلی لجاجت داشت. بدون آن که دیوانگی و لجاجت بکند، نمی توانست مدت چند سال در قبال حملات قوای هاتی و سوریه مقاومت نماید و غزه را از دست ندهد. روژو گاوسر سوابق جنگی قابل تحسینی نداشت و از این جهت او را فرمانده ساحلوی نظامی غزه کردند که از مصر دور کنند و از شکایت‌ها و لجاجت‌های دائمی وی آسوده شوند، چون غزه یکی از نقاطی بود که هر وقت کسی مورد عدم تمایل قرار می‌گرفت و می‌خواستند که او را از مصر دور نمایند به غزه می‌فرستادند. ولی بعد از اینکه آزیرو در سوریه شورید و غزه مقاومت کرد، معلوم شد که روژو یک مرد جنگی قابل تحسین است و شکی وجود ندارد که اگر غزه دارای یک حصار مرتفع و حصین نبود، روژو نمی توانست در آن مقاومت نماید. حصار غزه را با سنگهای بزرگ ساخته بودند و می گفتند که این حصار را در ازمنه قدیم قولها ساختند. حتی سربازان هاتی که هر قلعه را ویران می کردند و به تصرف در می آوردند، نتوانستند که بر آن حصار غلبه کنند. ولی چون ارتش هاتی از فنون نظامی برخوردار بود، توانست یک نقب زیر یکی از برج‌های آن حصار حفر کند و آن برج را فرو بریزد. غزه قبل از اینکه محاصره آن شروع شود، دو شهر داشت. یکی شهر قدیم در اراضی حصار و دیگری شهر جدید که در خارج از حصار به وجود آمده بود. وقتی شورش آزیرو شروع شد، روژو امر کرد که شهر جدید را در خارج حصار ویران نمایند. وی برای رعایت مصلحت نظامی این امر را صادر نکرد، زیرا در آن موقع هنوز آزیرو به فکر تصرف غزه نیفتاده بود، بلکه برای اینکه با مشاورین خود مخالفت کند این امر را صادر نمود. مشاورین وی گفته بودند که شهر جدید در خارج حصار ممکن است که اولین منطقه مقاومت ما بشود، ولی روژو برای اینکه با آنها مخالفت نماید فرمان انهدام شهر را صادر نمود. سکنه شهر وقتی شنیدند که روژو امر کرده که خانه های آنان را ویران کنند و شهر جدید را از بین ببرند، شوریدند
و از آزیرو کمک خواستند، لیکن قبل از اینکه آزیرو به کمک آنها بیاید، روژو سکنه ی شهر جدید را قتل عام کرد و این جلوگیری از شورش آنقدر بیرحمانه بود که تا پایان جنگ غزه کسی جرأت نکرد که از اطاعت امر روژو که گاف سر بود سرپیچی نماید. هیچ کس نمی دانست که با روژو چگونه باید رفتار کند و اگر یکی از سربازان خصم سلاح خود را تسلیم می کرد و به روژو می گفت مرا ببخشید و از خون من درگذرید، روژو بانک می زد این مرد را به قتل برسانید، زیرا او به جای اینکه به عدالت من پناه ببرد به بخشایش من پناه برد و این موضوع ثابت می کند که مرا عادل نمی داند. ولی اگر سربازی تسلیم می شد لیکن درخواست بخشایش نمی کرد، روژو می گفت این مرد را به قتل برسانید، زیرا مقابل من گستاخی می کند و مرا به هیچ می شمارد. وقتی زنها و اطفال نزد او می آمدند و گریه کنند درخواست عفو شوهران و پدران خود را که سربازان سوریه بودند می کردند، روژو می گفت اینها را به قتل برسانید، زیرا اینان نمی دانند همانطور که حکم آسمان نسبت به زمین تغییر نمی کند، حکم من هم نسبت به سوریانی ها که به ضد مصر شوریده اند تغییر نمی کند. هیچ کس نمی دانست که با آن مرد چگونه رفتار کند و چگونه حرف بزند که سبب عدم رضایت نشود، و او هر حرف را طوری تعبیر می کرد که گویی قصد داشتند به او ناسزا بگویند یا وی را فریب بدهند و برخلاف حکم او رفتار نمایند. مردم فقط از یک چیز او اطمینان داشتند و آن اینکه وقتی امری صادر می کرد می باید اجرا شود و هیچ عذر را برای عدم اجرای امر و تأخیر اجرای آن نمی پذیرفت. شهر غزه بدوان از طرف آزیرو و پادشاه کشور آمورو که بعد از شوریدن علیه مصر پادشاه سراسر سوریه شد و سوریه را از چنگ مصر به در آورد مورد حمله قرار گرفت. ولی حمله آزیرو علیه غزه نسبت به حمله قشون هاتی مانند بازی کودکان نسبت به جنگ مردان بود، زیرا قشون هاتی روزها و شبها مواد مشتعل و کوزه های پر از مارهای سمی و لاشه اموات و اسیران مصری را به داخل شهر پرتاب می کرد و اسرا وقتی درون شهر به زمین می رسیدند بر اثر شدت سقوط کشته می شدند و این در صورتی بود که به دیوار بلند شهر تصادف ننمایند و با استخوان‌های درهم شکسته پای دیوار نیفتند. وقتی ما وارد غزه شدیم دیدیم خانه‌ای که سقف داشته باشد وجود ندارد و ریزش سنگ و مواد مشتعل سقف تمام خانه‌ها را ویران کرده یا سوزانیده بود و معدودی از سکنه شهر در زیرزمین ها زندگی می کردند و آنها زنها و پیرمردهای لاغرندامی به شمار می آمدند که سالها یک وعده غذای سیر نخورده بودند. روژو تمام مردها و اطفال ذکور شهر را از آغاز محاصره مأمور مرمت حصار کرد و از هر 10 مرد و طفل ذکور 9 نفر از آنها مردند و آن قسمت از سکنه شهر که زنده بودند وقتی ما را دیدند به جای ابراز مسرت ناسزا گفتند و خاک بر سر پاشیدند. هرمهاب گفت که به آنها گندم و گوشت بدهند، ولی این طعام سبب شد که عده‌ای از آنها بر اثر خوردن غذای سیر فوت کردند، چه معده آنها که سالها به غذای کم عادت کرده بود نمی توانست غذای سیر را تحمل نماید. من میل دارم بگویم روزی که ما وارد غزه شدیم آن شهر را چگونه دیدیم. من مشاهده کردم که از دیوارها پوست انسان آویخته شده و طوری بوی تعفن لاشه ها از شهر به مشام می رسید که ما وقتی در شهر قدم بر می داشتیم بینی خود را گرفته بودیم. این لاشه ها را سربازان هاتی از خارج به درون شهر می انداختند که مدافعین را از بوی تعفن آنها بیتاب نمایند، یا اینکه سبب شوند که دفاع کنندگان دچار امراض گردند و بمیرند. من میل دارم بگویم که در آن روز که یکی از روزهای بزرگ پیروزی مصر است خوشوقت نشدم، زیرا دیدم که آن پیروزی به بهای زجرها و شقاوتها و بدبختیهای بزرگ به دست آمده که تا آن روز نظیر نداشته است. سربازان روژوی گافسر که مدافع شهر بودند از لاغری ایجاد وحشت می کردند و حتی مرده های خشک شده خانه مرگ
بعد از خاتمه عملیات مومیایی فربهتر و زیباتر از آن سربازان بودند. دست‌ها و پاهای آنها بر اثر مشقت دائمی و گرسنگی و دریافت ضربات شلاق از رجوع دراز شده بود. دنده‌های سربازان برجستگی داشت و روی زانو قده‌هایی به وجود آمده بود که من می‌فهمیدم بر اثر نخوردن غذا ایجاد شده است. هیچ سربازی را ندیدم که بتواند راست راه برود و همه قوز داشتند. چشم‌های آنها در کاسه‌های چشم فرو رفته بود و وقتی نظر به ما می‌انداختند ما می‌ترسیدیم، زیرا پنداری که درندگان ما را نگاه می‌کنند. وقتی هرمهوب را دیدند با دست‌های لاغر و بازوهای ناتوان نیزه‌های خود را بلند کردند و صدایی مثل ناله از دهان آنها خارج می‌شد و می‌گفتند مقاومت کنید. سربازهای بدبخت از بس طبق توصیه هرمهوب از فرمانده خود شنیده بودند مقاومت کنید، نمی توانستند حرفی دیگر بزنند و حرف دیگر در روح آنها به وجود نمی آمد که بر لب بیاورند. هرمهوب وقتی مشاهده کرد که سربازهای غزه بر اثر جنگ و مدافعه طولانی به آن شکل در آمدند، به آنها گفت پس از این موقع استراحت شماست و بخورید و بیاشامید و بخوابید تا خستگی از تن شما بدر شود و قوای از دست رفته شما برگردد. و بیدرنگ بین سربازها گوشت تازه و نان و آبجو تقسیم شد. هرمها با دست خود بر گردن هر یک از سربازها یک طوق زر آویخت و اسیران سوریه را بین آنها تقسیم نمود، ولی سربازها از فرط ضعف و خستگی نمی توانستند اسیران را برای فروش عرضه کنند و در عوض به تقلید سربازان هاتی آنها را مورد شکنجه قرار می دادند، زیرا در دوره طولانی محاصره سربازان مصری در غزه چیزهایی از سربازان هاتی آموخته بودند که یکی از آنها زنده پوست کندن مردها و زنها و آویختن پوست به دیوارها بود. وقتی از آنها پرسیده شد چرا زنهای سوریه را مورد شکنجه قرار می دهید و برای چه آنها را به فروش نمی رسانید، در جواب می گفتند مرد و زن سوریانی در نظر ما یکیست و هر یک را که بیابیم باید با شکنجه به قتل برسانیم تا اینکه انتقام خود را از سوریانی ها بگیریم. هرمهوب به گافسر یک طوق سنگین طلای مرصع به جواهر داد و یک شلاق طلا در دستش نهاد و به سربازان مصری که با او وارد غزه شده بودند گفت که به افتخار رجوی گافسر نعره بزنند و همه با شعف به افتخار او نعره زدند، زیرا وقتی وارد شهر شدند فهمیدند که آن مرد برای حفظ غزه چه کوشش و فداکاری کرده است. ولی بعد از اینکه نعره سربازان خاموش شد، روژو به هرمهوب گفت مگر تو تصور میکنی که من اسب هستم که یراق به من آویخته ای و این شلاق که به من داده ای آیا زر خالص است یا طلای سوریانی است؟ و اگر طلای سوریانی باشد در 10 قسمت آن 9 قسمت مس است. هرمهوب از این حرف حیرت نکرد، برای اینکه می‌دانست که روحیه و اخلاق آن مرد چگونه است. به وی اطمینان داد که شلاق با اوتار زر ناب مصری بافته شده است. گافسر با خشم گفت هرمهوب سربازان خود را از این شهر بیرون ببر، زیرا آنها هیاهو می‌کنند و نمی‌گذارند من بخوابم. و حالا که در موقع محاصره با اینکه پیوسته صدای ضربات قوچ سر و فرو ریختن سنگ و حریق به گوشم می‌رسید آسوده می‌خوابیدم. و اگر سربازان خود را از این شهر نبری و آنها مخل خواب من شوند، مجبورم که به سربازان خود دستور بدهم که تمام سربازان تو را به قتل برسانند. گاف سر درست می گفت و مردی که مدت چند سال روز و شب در جنگ آسوده می خوابید نمی توانست بخوابد و دائم به حساب ساز و برگ نظامی که در انبارهای شهر بود می اندیشید. و یک روز نزد هرمهوب آمد و این مرتبه با تواضع به او گفت هرمهوب تو فرمانده ارتش مصر و رئیس من هستی و از تو میخواهم که مرا تنبیه کنی، زیرا من مستوجب مجازات هستم. هرمهوب گفت چرا تو مستوجب تنبیه هستی؟ گافسر گفت برای اینکه قسمتی از ساز و برگ نظامی را که به من سپرده شده و باید حساب آن را به فرعون پس بدهم نمیدانم چه کردم و اگر پاپیروس ها موجود بود می توانستم بفهمم آنها را چه کردم، ولی پاپیروس ها بر اثر حریق از بین رفته
و از وقتی که من نمیتوانم بخوابم حافظه خود را از دست دادم و همین قدر میدانم که حساب تمام اشیایی که به من سپرده شده منظم است و فقط نمیدانم که 400 وسایل اولاغ را که در انبار بود چه کردم و من اطلاع دارم که از این وسایل استفاده نشده برای اینکه ما تمام اولاغ ها را از گرسنگی خوردیم و درازگوشی وجود نداشت که از وسایلش استفاده کنیم. اینک توی هرم هوب مرا به مناسبت این غفلت مقابل تمام سربازها شلاق بزن تا من تنبیه شوم و بدانم که هرگز نخواهم توانست به حضور فرعون برسم برای اینکه اموال نظامی فرعون را که به من سپرده شده بود تفرید کردم. هرم هوب گفت که تو از این حیث نگرانی نداشته باش، برای اینکه من 400 وسایل اولاغ از ساز و برگ قشون خود به تو خواهم داد که در انبار بگذارید تا اینکه حساب تو کامل شود. ولی گاوسر نپذیرفت و گفت تو قصد داری مرا فریب بدهی و وسایل اولاغ‌های قشون خود را به من می‌سپاری که بعد بتوانی بهتر نزد فرعون مرا متهم کنی که ساز و برگ قشون را تفرید کردم، و من این کار را نخواهم کرد و فریب تو را نخواهم خورد. می‌دانم که تو نسبت به من حسد می‌ورزی و می‌خواهی که حکمران غزه شوی و جای مرا بگیری، و من اینک فکر می‌کنم که تو به سربازان خود دستور داده‌ای که وسایل اولاغ را از انبار من سرقت کنند تا اینکه بتوانی نزد فرعون مرا متهم به سهل‌انگاری و سرقت نمایی، و من وسایلی را که تو می‌خواهی به من بدهی قبول نخواهم کرد و این شهر را به قدری مورد کاوش قرار خواهم داد تا اینکه وسایل را پیدا کنم. این حرف‌ها هرمهوب را نسبت به وضع روحی گاوسر بیمناک کرد و تصور نمود که او دیوانه شده و گفت روژو، خوب است که تو برای استراحت به مصر نزد زن و فرزندان خود بروی، زیرا من حس می نمایم که محاصره طولانی این شهر و زحماتی که تو کشیده ای خیلی تو را خسته کرده است. هرمهوب متوجه نشد که بر زبان آوردن این گفته چگونه گاوسر را مطمئن می کند که وی نسبت به حکومت غزه نظر دارد و گفت زن من حصار شهر غزه است و فرزندان من برج‌های این شهر می باشند و من از اینجا نخواهم رفت و اگر نتوانم این وسایل را پیدا کنم به دست خود سر زن و فرزندانم را خواهم برید. بعد روژو بدون اطلاع هرمهوب به سربازان خود امر کرد که منشی انبارهای نظامی را که یکی از شجاعان غزه بود و مثل دیگران چند سال مقابل خصم پایداری کرد به دار بیاویزند. وقتی هرمهوب از این واقعه مستحضر شد گفت بدون تردید این مرد دیوانه شده و دستور داد که او را در اتاقی تحت نظر بگیرند و نگذارند از آنجا خارج شود و به من گفت برو و او را معاینه کن و ببین چگونه میتوان او را معالجه کرد. من رفتم و روژو را معاینه کردم و مراجعت نمودم و به هرمهوب گفتم به مناسبت بخارهایی که در سر این مرد جمع شده او مبتلا به جنون گردیده و برای معالجش من دو وسیله در نظر گرفتم. اول اینکه تو با قشون خود از شهر خارج شوی و غزه را به او واگذاری که وی بتواند مثل گذشته به تنهایی در این شهر حکومت کند. هرمهوب گفت من نمیتوانم قبل از رسیدن قوای امدادی از مصر برای حمله به سوریه از این شهر بروم، زیرا به محض خروج از اینجا قبل از وصول قوای امدادی شکست خواهم خورد و یگانه وسیله امنیت و حفاظت قشون من حصار غزه می باشد. گفتم حال که نمی توانی از این شهر بروی برای معالجه گاوسر چاره ای نداریم جز اینکه سرش را بشکافیم تا بخارها از سرش خارج شود. هرمهوب که می دانست شکافتن سر عملی است خطرناک با پیشنهاد من موافقت نکرد و گفت من نمی توانم مردی را که قهرمان شجاعت ملت مصر است دچار خطر شکافتن سر کنم، چون گذشته از اینکه وی ممکن است بمیرد خود من هم متهم خواهم شد که به افتخار شجاعت او رشک برده وسیله نابودی وی را فراهم کردم. این بود که من برای تسکین دیوانگی گاوسر با مقداری داروی مسکن و چند مرد قوی نزد او رفتم و به مردان زورمند گفتم که او را به یک تخت ببندند تا اینکه بتوانم دارو به او بخورانم. مردها گاوسر را به تخت بستند و من با قیف دارو در حلق او ریختم و پس از اینکه داروی مسکن من که قدری از مواد مخدر در آن بود وارد معده گاوسر شد
و اثر کرد، متوجه شدم که اندکی آرام گرفت و به من گفت: این هرمهوب شغال که از صحرا وارد بندر غزه شد، حواس مرا طوری پرت کرد که من فراموش کردم بگویم یک روز قبل از اینکه هرمهوب وارد این شهر شود، یک جاسوس خطرناک سوریه به دام من افتاد و من او را در زندان واقع در برج قلعه حبس نمودم و قصد داشتم که او را به دار بیاویزم، ولی ورود هرمهوب و تفرقه حواس که ناشی از آمدن وی و سربازانش بود مانع از این شد که من این جاسوس را معدوم کنم. ولی چون این مرد خیلی حیله‌گر است، اکنون متوجه شدم که ممکن است 400 وسایل اولاغ را او دزدیده باشد. برو و او را نزد من بیاور تا من وی را مورد استنتاق قرار بدهم و بدانم که وسایل را چه کرده و کجا پنهان نموده، و بعد از اینکه از محل خفیه آن مطلع شدم، آسوده خواهم شد و خواهم خوابید. من بدون تصور کردم که گاوسر هزیان میگوید، ولی او طوری اصرار کرد که من مجبور شدم که به زندان واقع در برج بروم و جاسوس مزبور را ببینم. و بعد از اینکه به طرف برج رفتم، معلوم شد که زندان در طبقه تحتانی برج قرار گرفته و آنجا تاریک است و برای ورود به زندان باید مشعل روشن کرد. مشعلی روشن کردم و عزم ورود به زندان را نمودم و متوجه گردیدم که زندانبان مردی است نابینا، و به او گفتم: من آمدم که جاسوس سوریه را که یک روز قبل از ورود هرمهوب به دست شما افتاد از این زندان خارج کنم و نزد گاف سر ببرم. لیکن مرد نابینا که پیر هم بود، نام 20 خدای مصر را برد و به هر یک از آنها سوگند یاد کرد که در آن زندان محبوس زنده وجود ندارد، زیرا وقتی جاسوسی دستگیر می شد، بدون برای به دست آوردن اطلاعات و اینکه چرا آمده و چه اخباری را می خواهد به دست بیاورد، او را شکنجه می کردند و بعد وی را در زندان به زنجیر می بستند و به حال خود می گذاشتند تا از گرسنگی بمیرد و لاشه او تومه موشهای مخوف زندان شود، زیرا آذوقه موجود نبود تا به محبوسین بدهند و آنها را زنده نگاه دارند. با اینکه پیرمرد نابینا به 20 خدای مصر سوگند یاد کرد که در زندان محبوسی زنده نیست، من از گفته او حس کردم که دروغ میگوید، زیرا یک مرد راستگو احتیاج ندارد که به 20 خدا سوگند یاد نماید. لذا به وی گفتم: تو میدانی که گاو سر مردی است که اگر بفهمد تو دروغ گفته ای، با اینکه پیرمرد و نابینا هستی، پوست تو را خواهد کند و بهتر این است که حقیقت را بر زبان بیاوری. پیرمرد وقتی دانست که من فریب او را نمیخورم، رکوع و آنگاه سجود کرد و گفت: ای مرد بزرگ که من تو را نمیبینم، ولی از صدایت میفهمم که اهل مصر هستی و قدرت داری، به جان من رحم کن و مرا به دست حاکم نسپار، چون او مرا خواهد کشت. من یکی از خدمتگزاران وفادار مصر و فرعون بودم و هستم و در مدت محاصره، هنگامی که هنوز به محبوسین غذا می دادند و خاربار خیلی کمیاب نشده بود، من هر روز برای خدمت به مصر و فرعون مقداری از خاربار محبوسین را سرقت می کردم، زیرا می دانستم هر قدر آنها بیشتر گرسنه بمانند، بیشتر به مصر و فرعون خدمت کردم. ولی این جاسوس سوریانی که یک روز قبل از آمدن هرمهوب به دست حاکم غزه افتاد، یک محبوس عادی نیست و خیلی زبان دارد. وقتی صحبت می کند، گفتار شیرین او در گوش من چون صدای بلبل جلوه می نماید. روزی که وی وارد زندان شد و لاشه محبوسین را مشاهده کرد که گوشت آنها غذای موش ها شده، از من پرسید: اینها برای چه مردند؟ گفتم: چون در این شهر خاربار نیست، ما نمی توانیم به محبوسین غذا بدهیم و آنها از گرسنگی می میرند. باید تو بدانی که من چون نابینا هستم، نمی توانم یک محبوس را به زنجیر ببندم و همواره هنگامی که محبوس وارد زندان می شود، مردان دیگر می آیند و او را به زنجیر مسین می بندند و می روند. لیکن بعد از اینکه محبوس بسته شد، من می توانم زندانبانی کنم. وقتی آن جاسوس آمد، چنین شد. بدون مردان دیگر آمدند و او را به زنجیر مسین بستند و پس از رفتن آنها، محبوس راجع به علت مرگ دیگران از من توضیح خواست. وی پس از اینکه شنید که آنها از گرسنگی مردند، به من گفت: اگر تو به من غذا و آب بدهی به طوری که من از گرسنگی نمیرم و قوت داشته باشم، من در روز ورود هرمهوب به این شهر آنقدر به تو زر خواهم داد که
هیچ مرد توانگری در سوریه به قدر تو طلا نداشته باشد. من به محض اینکه این وعده را شنیدم دانستم درست میگوید و به وعده خیش عمل خواهد کرد. او میگفت علاوه بر این که من آنقدر به تو زر خواهم داد که نتوانی آن را حمل نمایی، چشمهای تو را نیز معالجه خواهم کرد، زیرا من یک پزشک را میشناسم که در معالجه امراض از جمله مداوای چشمها در جهان نظیر ندارد و این چشم مرا که میبینی او بینا کرد. و بعد از اینکه هرمهوب وارد این شهر گردید، تو هم توانگر میشوی و هم بینا و خواهی توانست خانه‌ای برای خود تهیه کنی و 10 خدمتکار را در خانه خود مسکن دهی و هر شبانه روز 10 بار گوشت قاز بخوری. من که یقین داشتم او در قبال هر وعده طعام به من مقدار زیادی زر خواهد داد، هر روز به او نان و آب می‌خورانیدم و هر وعده غذا را با او 10 دین طلا حساب می‌نمودم. ولی که او که زود گرسنه می‌شد، هر روز و شب چندین مرتبه از من غذا می‌خواست و من هم با وسایلی که داشتم غذا فراهم می‌نمودم و به او می‌دادم که این مرد اکنون بابت قیمت اغذیه‌ای که خورده تا چند روز قبل 2 مرتبه 10 بار دین به من بدهکار شد. توضیح حاشیه: مقصود زندانبان 10,000 دین طلا می باشد و دین بر وزن اشل تقریبا به اندازه 1 گرم امروزی بوده است. در اینجا زندانبان می گوید 2,000,000 دین طلا از محبوس مزبور طلبکار می باشد. مترجم ادامه متن: ولی من چون بیش از این میزان از او طلب دارم، می خواهم صبر کنم تا اینکه طلب من به 3,000,000 دین برسد و بعد به او اطلاع بدهم که هرمهوب وارد این شهر شده است. گفتم از این قرار تو به او نگفتی که هرمهوب وارد این شهر شد؟ زندانبان گفت نه، زیرا اگر به او می گفتم از زندان می رفت و من از یک استفاده هنگفت محروم می شدم. ولی وقتی طلب من به 3,000,000 دین برسد، به او خواهم گفت که هرمهوب آمده است. گفتم ای مرد ساده و نابینا، آیا می دانی که 3,000,000 دین چقدر طلا می باشد؟ اگر 3,000,000 دین در یک نقطه جمع شود، حتی با 20 اسب نمی توانند آن را به نقطه دیگر حمل کنند و در تمام شهر غزه، آن زمان که این شهر مرکز تجارت بود، 3,000,000 دین طلا یافت نمی شد، تا چه رسد به امروز که این شهر ویرانه شده است. پنجاهم: کاپتا در غزه. ولی در حالی که این حرف ها را به مرد نابینا می زدم، زانوهای من از شعف می لرزید و قلبم در سینه می تپید، زیرا حدس می زدم که محبوس مزبور که با زبان نرم و شیرین خود زندانبان را فریب داده کیست. خنده کنن به زندانبان گفتم این محبوس ترار باید مجازات شود و مرا نزد او ببر تا بدانم کیست، ولی وای بر تو اگر او را آزاد کرده یا از گرسنگی کشته باشی. زندانبان در حالی که خود را به آمون می سپرد و ناله می کرد، مشعل را به دست گرفت تا اینکه چشمهای من زندان را ببینند، زیرا دیدگان خود او نمی دید. بعد از ورود به زندان، من از بوی تفون آنجا و مشاهده ی استخوان مردگان که بعضی از آنها هنوز متصل به زنجیر بودند حیرت و وحشت کردم.